فرستاده ویژه آمریکا در اعتلاف بین المللی جنگ با داعش تاکید کرد که مقابل با این گروه در تمامی مناطق حضور آن امری ضروری است. این فرستاده ویژه شنبه یکم بهمن در مصاحبه با العربیه با بیان اینکه ما تحرکات و انتشار داعش در سوریه و عراق را زیر نظر داریم افزود، در تلاشیم تا از گسترش مجدد داعش در منطقه جلوگیری کنیم. بر اساس گزارش سازمان ملل بیش از ده هزار تروریست داعشی در سوریه و عراق حضور دارند پیش از این مقامات نظامی و منابع امنیت ملی آمریکا هشدار داده بودند که بازگشت گروه داعش که همواره نگرانی هایی درباره آن وجود داشته ممکن است در سال 2023 و در شرایط مساعد خاورمیانه و آفریقا خصوصا با توجه به حمله زمینی احتمالی ترکیه به سوریه رخ دهد از سوی دیگر گروه تروریستی داعش شنبه اعلام کرد طی هفت ماه گذشته سی و چهار عملیات را در جنوب سوریه انجام داده است به گفته داعش در این عملیات ها و یک نفر در استانهای درعا، القنیتره و السویدا کشته شدند. از سوی دیدبان حقوق بشر سوریه نیز هفته گذشته فاش کرد که های داعش از ابتدای سال 2023 تا کنون 14 عملیات در قالب حملات مسلحانه، هدفگیری و انفجار را در مناطق زیر کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه قصد انجام دادن که منجر به کشته شدن 12 نفر شده است. داعش در دسامبر سال 2022 ده ها حبله خونین را در استانهای کرکوک و دیاله در شمال عراق و در مناطق صحرای همس، السویدا، هما، حلب، رقه و دیروزور انجام داد.